دوست گرامی، امروز پنجشنبه 13 می 2021 میلادی است و عنوان سخنم به یاد پدرم. پدرم بردرست یک نظر که در ایران و در دنیا معروف بود به پاپاست. در مورد ایشون میخوام صحبت کنم، چون ایشون یکی از قهرمانان بزرگ ایمان در تاریخ کشور ما ایران بودن. پدر من 110 سال پیش در یکی از دهات اصفهان در فریدن به دنیا آمدند. پدرشون کت خدای ده بود و وقتی پدرم زمان دانشکده رفتنش رسید، ایشون به پدرشون، پدر بزرگم، گفت که ایشون رو بفرسته به کالج انگلیسی ها در اصفهان. در آن زمان، در زمان رضاشاه، زبان دوم مملکت ما فرانسه بود. تمام افراد تحصیل کرده که به خارج از کشور می رفتن، پزشک می شدن، برمی گشتن، زبان فرانسه می دونستن. نسخه ها به زبان فرانسه نوشته می شد. ولی انگلیسی ها کالجی را شروع کردن در اصفهان و پدرم جزو اولین 500 نفری بود در ایران که تحصیلات عالی انگلیسی فرا گرفت در سنین نوجوانی. وقتی پدرم هم 26 ساله شد در سال 1937 میلادی، ایشان مطمئن نبود خدایی وجود داره یا نه. کلام خدا رو نخونده بود، تحصیلات عالی داشت و تمام دوستانش یکی یکی جذب شرکت نفت و شرکت‌های بزرگ ایرانی می‌شدن و خیلی از اونها وضع مالی بسیار خوبی پیدا کردن و کم نبودن اونهایی که میلیونر شدن. این چیزی بود که پدرم می‌خواست انجام بده و عکس پدرم در اینجا هست به عنوان بنیانگذار کلیساهای ایران، کلیسای جماعت روانی ایران. ولی در 26 سالگی در 1937 در شهر تهران به یک جلسه خانگی رفت که در اونجا سرود می‌خوندن، کلام خدا را می‌گفتن، دست می‌زدن، دعا می‌کردن و پدرم فکر کرد اینا مشتی دیوانه و عقب مانده هستن و منتظر بود جلسه تمام بشه و بره و بر نگرده. ولی قبل از پایان جلسه ناگهان خدایی که پدرم بهش اعتقاد نداشت، چون نمی‌شناخت، با پدرم صحبت کرد، گفت جوان زندگیت را به من بده و من تو رو عوض میکنم و توسط تو خیلی ها از دیگران رو. پدر من زندگیش رو کاملا تقدیم خداوند کرد. برگشت خونه، 26 ساله بود، ساعت 8 شب بود تا ساعت 2 صبح، 2 بعد از نیمه شب، به مدت 6 ساعت انجیل متا، مرقس، لوقا، یوحنا را خوند و فکر کرد اگر این کلام خداست من 26 سال چیکار میکردم. مسیر زندگیش کاملا عوض شد. به جای اینکه بره میلیونر بشه، رفت و استخدام شد در انجمن کتاب مقدس ایران و 37 سال کار کرد. به هزاران نفر ایرانی بشارت در مورد عیسی مسیح داد. توبهش 100% بود. همه چیزش رو تقدیم مسیح کرد. اون موقع نامزد بود با مادر مرحومم به کسی که او را دوست داشت و نامزد بودن، نامه نوشت و یه انجیل براش فرستاد و گفت من با عیسی مسیح خداوند و منجی من آشنا شدم، عاشق تو هستم، انجیل را برات میفرستم، بخون، اگر تو هم به عیسی مسیح ایمان بیاری با هم تشکیل خانواده بدیم، چون بعد از این زندگی من عیسی مسیحه و اگه ایمان نیاری، من اگرچه عاشق تو هستم، با هم دیگه آینده ای نداریم. مادرم انجیل را خوند، به مسیح ایمان آورد، با هم ازدواج کردن، تشکیل خانواده دادن، 6 تا فرزند داشتن، 2 تا از خواهرام در دنیا نموندن، رفتم پیش مسیح، ولی بقیه که موندیم 3 تا خواهر بزرگ و 3 تا برادر که من کوچکترینم. خواهرانم استر، هلن، آکسا، برادرانم کشیشان و کشیش لازروس و من 6. پدر من 18 سال در کلیسا بود، کلام خدا را میخوند، دعا میکرد و خدا را خدمت میکرد، ولی احساس میکرد یک چیزی کمه، نمیدونش چیه. ولی در سال 1955 در یک مجله خوند که چیزی هست که فهمید که اون گمگشتشه و اون تعمید در روح القدسه.
همونطوری که شاگردان عیسی مسیح 10 روز بعد از صعود عیسی مسیح 10 روز در بالاخانه موندن، 120 نفر دعا کردن و مسیح گفته بود از اورشلیم جدا نشید، بمونید دعا کنید، موندن دعا کردن و روح القدس بر اونها آمد روز پنتیکاست و ناگهان کلیسا در تمام دنیا پخش شد. یه گروه کوچک دنیا را عوض کردن، دگرگون کردن. پدر من وقتی شنید تعمید روح القدس است 42 روز روزه نگه داشت، فقط آب خورد و دعا کرد و دعا کرد و دعا کرد. میتونست بمیره بعد از 42 روز برای که در تمام مدت کارم میکرد. اونایی که روزهای طولانی میگیرن اکثرا دیگه کار نمیکنن، مواظبن که بدنشون بتونه بکشه. پدر من 42 روز کار کرد، دعا کرد، بعد از 42 روز روح القدس وجودش را پر کرد. 2 هفته به خانواده چیزی نگفت، بعد از 2 هفته این مسئله رو با خانواده در میان گذاشت و در 1 لحظه روح خدا بر خانواده ما نازل شد. در سال 1955، یعنی 66 سال پیش، من اون موقع هنوز 3 سالم نشده بود که تعمید روح القدس رو پیدا کردم و 4 سال در خونه ما هر شب جلسات بود و چه پرشکوه بود حضور روح القدس. خیلی آمدن و زندگی هاشون عوض شد. کشیش های کفسپیان که شهید شد در خونه ما از روح القدس پر شد و به مسیح ایمان آورد. کشیش تاتبوس میکایلیان رهبر کلیسای انجیلی در خونه ما از روح القدس پر شد. کشیش مهدی دیباج در خونه ما از روح القدس پر شد. کشیش خداداد خسروی در خونه ما از روح خدا پر شد. کشیش ادوارد توفسفیان، سارو خاچیکیان و خانواده ما و دیگران از روح خدا پر شدن و اکثران به خادم خدا تبدیل شدن. 4 سال جلسات و بعد خداوند با رهبری کلیساهای ما صحبت کرد و زبان پرستش از ارمنی تبدیل شد به فارسی که ما بتونیم به اکثریت فارسی زبان کشورمون خدمت بکنیم. ولی من وقتی به پدرم نگاه میکنم، پدر من 99 سال و 9 ماه زندگی کرد، 3 ماه اگه بیشتر میمون 100 سالش میشد، ولی حدود 10 سال و خورده ای پیش رفت پیش مسیح. مادر من 58 سال پیش از دنیا رفت. برای پدر من خیلی سخت بود چون عاشق مادرم بود. سالها با هم زندگی کرده بودن، 6 تا فرزند بودیم، ولی بدون مادرم پدرم 47 سال زندگی کرد و اون عشقی هم که به زنش داشت اونم به عشقش به مسیح اضافه کرد. پدر من مرد کلام خدا بود. کلام خدا از دستاش پایین گذاشته نمیشد. کلام خدا را میدونست، کلام خدا را میخوند، کلام خدا را از بر میکرد، کلام خدا وارد وجودش میشد، کلام خدا را اعلام میکرد. مرد کلام خدا بود. برادر و خواهرم، میخوایی در زندگی روحانی موفق بشی، کلام خدا باید وجود تو رو پر بکنه. کلام خدا باید در تو جسم بگیر. بدون اون امکان پذیر نیست. و پدرم مرد دعا بود. روز و شب دعا میکرد. من اون را خیلی روی زانوها دیدم. دعایی که با تمام وجود بود. و اکثر دعاش درخواست از خدا نبود. اکثر دعاش ستایش، پرستش، شفاعت برای دیگران، ابراز محبت به خدا بود. به فارسی دعا می کرد، به انگلیسی دعا می کرد، به فرانسه دعا می کرد، به زبانهای روح القدس دعا می کرد. دائما در حال دعا بود. مرد دعا. و چون مرد دعا بود و مرد کلام بود، پر از روح خدا بود، خداوند بهش رویاها می داد، چیزایی رو بهش نشون می داد. حرفای پدرم بعضی وقت به یادم میاد. حرفایی که هیچ وقت فراموش نمیشه. به من میگفت اگر از خدا بترسی، و ترس از خدا یعنی احترام عمیق به خدا، اگر از خدا بترسی از هیچ کس نخواهی ترسی، ولی اگر از انسانها بترسی یعنی خدا را احترام نمی کن. او هیچ وقت نترسید، چون تنها کسی که بهش عمیقا احترام میذاشت و از او میترسید خدا بود و برای این پاک زندگی میکرد. هیچ وقت دنبال پول نرفت، پول براش بی ارزش بود. هیچ وقت دنبال مقام نرفت، مقام براش بی ارزش بود. چشم و همچشمی اصلا نداشت. همه هدفش
خداوند عیسی مسیح بود. اجازه نمیداد کسی ازش تعریف کنه. همه تعریف ها میبایست معطوف به خداوند ما عیسی مسیح باشه. شخصی کم نظیر. و ما زندگیش رو دیدیم. من وقتی دیدم پدر من عاشق کلام خداست، منم شروع کردم کلام خدا رو خوندم. من امروز دارم مسیح رو خدمت میکنم، برای اینکه نمونه من پدر من بوده، عاشق مسیح. و سوالی که همیشه از افراد میکرد، عیسی را دوست داری؟ نمیپرسید کلیسا میری؟ نمیپرسید کلام خدا را میخونی؟ نمیپرسید دعا میکنی؟ این اولین سوالش نبود. نمیپرسید مسیح را خدمت میکنی؟ بعضی ها عاشق خدمت مسیح هستن ولی عاشق مسیح نیستن. پدر من عاشق مسیح بود و سوالش این بود آیا عیسی را دوست داری؟ چون میدونست مسیحیت واقعی روی عشق خدا بنا شده، عشقی که خدا نسبت به ما داره. و وقتی که عشقش وجود ما را تسخیر میکنه، در ما نیز نسبت به او و دیگران عشق و محبت ایجاد میشه. عزیز من، اگر عشق خدا، محبت خدا در زندگی نداشته باشه، مسیحیت ما میشه مذهب و مذهب خسته کننده است. ولی وقتی که عشق و با تمام وجود، ولی البته وقتی میگیم عشق و محبت، منظور این نیست که چون عشق دیگه مقدسی و پاک بودن دیگه وجود نداره. نخیر، عشق خدا ما را میبره به پاک بودن و پاک زندگی کردن. نمیتونه کسی عاشق مسیح باشه و مغرور باشه و حسود باشه. در پدرم این چیزا وجود نداشت. حاضر بود از یک بچه یاد بگیره، در حالی که شد پدر کلیسای جماعت ربانی ایران، پدر کلیسای پر از روح القدس ایران و نمونه شد برای هزاران نفر و این چیزا رو به ما منتقل کرد. و امروز همه بچه هاش، خواهر بزرگم استر بیش از 6 سال پیش در ایران مسموم شد، شهید شد و از دنیا رفت. ولی بقیه که هستیم، خواهرانم و برادرانم و خیلی از بچه های ما در حال خدمت خداوند هستند. پدرم پاپاسه چیزی را در ما گذاشت که هیچ وقت نمیتونیم اونو از دست بدیم. و من امروز به شما خواهر و برادرم پیشنهاد میکنم، تشویقتون میکنم، مرد و زن خدا شو. مرد کلام خدا، زن کلام خدا باش. مرد و زن دعا باش، پر از روح خدا باش. روی خانوادت، روی بچه هات، روی دامادها و عروسات، روی نوه هات اثرگذار خواهی بود و همینطور روی دیگران. امروز برای من زندگی فقط مسیح، شناختن او و شناساندن او. چیزهای دیگر برای من فوق‌العاده بی‌ارزشه و میدونم یک روز به حضور مسیح خواهم رفت و در اونجا چه شکوهی خواهیم داشت. بارها با پدرم صحبت میکنم، میگم بابا من هیچ وقت مثل تو نمیشم، چون تو همه چیز از را فدای خداوند با عیسی مسیح کردی. ولی من سعی خودم رو میکنم که یه مقدار بیشتر به شباهت تو در بیام. میدونم هیچ وقت مثل تو نخواهم شد، چون تو همه چیز را در همون لحظه اول فدای مسیح کردی و دیگه عقب بر نگشتی. دعای من اینه که ما نیز چنین باشیم. برکت خدا را برای شما و عزیزانتون خواهانم.